دفتر رئیس جمهوری اظهارات علیرضا بیگی درباره وزارت کشور را تکذیب کرد. علم الهدا به کرونا مبتلا شد. علی‌رغم تلاش‌های بایدن، ملاها در ایران راه گریزی از مشکلات ندارند. نمایش انتخابات و عبور مردم از اصل نظام. درود همراهان. ضمن قدردانی از اینکه ما را انتخاب کردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت شما به بهتر دیده شدن این ویدیو کمک شایانی می‌کند. توجهتان را به ادامه خبر جلب می‌کنم. دفتر رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اظهارات علیرضا بیگی نماینده تبریز به نقل از رئیس دفتر روحانی درباره حوادث آبان 98 و عملکرد وزیر کشور و نقش او در کشته شدن تعداد زیادی از معترضان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک منبع از دفتر ریاست جمهوری ایران نقل قول انتسابی از سوی احمد علیرضا بیگی به محمود واعظی را عاری از صحت خوان. این منبع تاکید کرده که محمود واعظی هیچگاه در این باره سخن نگفته و آنچه علیرضا بیگی ادعا کرده را به زبان نیاورده است. اظهارات علیرضا بیگی درباره نحوه عملکرد وزارت کشور در ناآرامی‌ها و اعتراضات مردمی آبان سال 98 با واکنش تند وزارت کشور جمهوری اسلامی روبرو شد. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز با اشاره به برگزاری انتخابات توسط رحمانی فضلی گفته بود دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است و او صلاحیت این مسئولیت خطیر را ندارد. این نماینده در تذکری شفاهی خواستار استیضاح وزیر کشور شده و گفته که دبیر شورای عالی امنیت ملی هم اخیراً اعلام کرده که خسارت‌هایی که در حوادث آبان 98 به کشور وارد شد قابل پیشگیری بود و می‌توانست اتفاق نیفتد و تقصیر وزیر کشور در این مورد محرز است. علیرضا بیگی خواستار اجرای ماده 221 آیین‌نامه داخلی علیه رحمانی فضلی شده بود. سخنان این نماینده با واکنش محمد جواد کولیوند، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس ایران روبرو شد. او با اراذل و اوباش توصیف کردن معترضان آبان 98 گفت با پیگیری وزارت کشور شکوایی علیه آقای علیرضا بیگی ارائه می شود و دستگاه قضایی مسیر قانونی را دنبال و متخلف از قانون را به مجازات قانونی می رساند. با گذشت تقریبا نزدیک به 2 سال از حوادث خونین اعتراضات آبان ماه سال 98 که به گفته خبرگزاری رویترز حدود 1500 نفر در آن اعتراضات توسط نیروهای امنیتی، بسیج و سپاه کشته شدند، هنوز جمهوری اسلامی به طور رسمی آمار دقیق کشته شدگان و زخمی های آن حوادث را ارائه نداده است. اما مجتبی ذوالنور نماینده مجلس ایران ادعا کرد که در جریان این اعتراض ها 230 نفر کشته شده اند و از این تعداد 52 نفر از ماموران حکومت بوده اند و فقط 178 نفر از معترضان کشته شده اند. تا کنون چندین تن از نمایندگان و برخی از مسئولان هم به کشتار بیرحمانه معترضان اعتراف کرده اند و عملکرد وزارت کشور را به باد انتقاد گرفتند. هفته گذشته محمود صادقی نماینده مجلس نیز طی ویدیویی گفت که در جریان وقایع آبان 98 و علی شمخانی گفته است که مردم در خیابان ها هستند، دارن مردم را در خیابان ها می کشن و از او پرسیده است که اگر مردم به خانه نروند و در خیابان بایستن می خواهید چه کنید؟ شمخانی جواب داده ولو بلغ ما بلغ ما می زنیم. او همچنین گفت در جلسات کمیسیون های مجلس مقام های مسئول گفتند که نشانه ای از دخالت گروهک های اپوزیسیون در اعتراض های آبان 98 نیست و معترضان از مردم بوده اند. خبرگزاری فارس نوشت که امام جمعه مشهد به دلیل ابتلا به کرونا همکنون در قرنطینه بوده و فعالیت‌های خود را در قرنطینه خانگی انجام می‌دهد. تست کرونا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی روز گذشته مثبت اعلام شد و در حال حاضر علائم و عوارض خاصی از بیماری کرونا در وی مشاهده نمی‌شود. سید احمد علم‌الهدا فعالیت‌های خود را در قرنطینه خانگی
انجام می‌دهد و حال عمومی وی مساعد است. اخیراً عکس‌هایی از سرکشی علم الهدا به حاشیه شهر مشهد و مشارکت و نظارت بر روند توزیع بسته‌های غذایی میان محرومان حاشیه شهر مشهد منتشر شده بود. از ابتدای شیوع کرونا، قرارگاه مواسات خراسان رضوی برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا زیر نظر وی تشکیل شده است. سایت امریکن فینکر امریکا به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرداخته است. در این گزارش به بررسی اجمالی انتخابات مهندسی شده و اینکه خامنه ای با چه تضادهایی در این زمینه مواجه است اشاره شده است. علی‌رغم تلاش های بایدن، ملاها در ایران راه گریزی از مشکلات ندارند. برگزاری انتخابات در ایران طی سالیان رنج و تلاش های جنبش های مردمی سرانجام در سال 1285 شمسی به ثمر نشست، اما دیری نگذشت که این حق مردمی در زمان رژیم پهلوی پایمال شد. در آن زمان این شاه بود که تصمیم می‌گرفت چه کسی نخست وزیر یا کاندید فلان پست مهم دولتی شود. پس از سقوط شاه در سال 1357 در حاکمیت جمهوری اسلامی، انتخابات مهندسی شده و فرمایشی شد، به طوری که مردم آن را شعبده انتخابات نام نهادن. امسال هم در انتخابات ریاست جمهوری مردم با شعبده انتخابات مواجهند و حتی کمک های بایدن نمی تواند به رژیم ایران کمکی بکند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 18 ژوئن 2021 برگزار می شود و مثل همیشه در حاکمیت دیکتاتوری مذهبی این ولی فقیه هست که تصمیم می گیرد که چه کسی رئیس قوه قضاییه و یا قوه مجریه و حتی رئیس جمهور شود. این کار اما با شیوه ها و نهادهای به اصطلاح قانونی انجام می گیرد. مثلا شورای استصوابی نمایندگان را تصویه کرده و سپس شورای نگهبان با رد صلاحیت های گسترده کاندیداها را به نفع کاندید مورد نظر ولی فقیه حذف می کند. خامنه ای خود به این موضوع در سخنرانی روز اول سال 1400 اعتراف کرد و گفت دشمنان ما می خواهند انتخابات را رونق کنند و به همین دلیل برگزار کنندگان را به مهندسی انتخابات و یا شورای نگهبان را متهم می کنند و یا تلاش دارند با القای بی اثر بودن رأی مردم در بهبود اوضاع مردم را دل سرد کنند. اما موضوع اصلی این است که انتخابات ریاست جمهوری امسال با انتخابات قبلی تفاوت کیفی دارد، زیرا بی‌اعتمادی عظیمی بین مردم و حاکمیت به وجود آمده است و خامنه‌ای و روحانی نمی‌توانند این خلأ بزرگ را پر کنند. حاکمیت هیچ مشروعیتی در بین مردم ندارد، تا جایی که برخی از کارشناسان دولتی نارضایتی مردم را بمبی ساعتی می‌دانند که در نهایت دولت ایران قدرت خونسا کردن آن را ندارد و به قیامی دیگر تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی حاکمیت ایران به طور قابل توجهی ضعیف و ناتوان در کنترل اوضاع است. شرایط اقتصادی و معیشتی مردم با افزایش روزافزون قیمت‌ها هر روز بدتر می‌شود و تورم 65% فساد دولتی گسترده، تعطیلی هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های تولیدی، بیکاری و فقیرتر شدن فقیرها و از بین رفتن طبقه متوسط و پیوستن آنها به اقشار محروم و در نهایت تولید 38 میلیون حاشیه نشین، یعنی نیمی از جامعه، اقتصاد ایران را در خطر فروپاشی قرار داده است. در این میان ویروس ویرانگر کرونا هم گریبانگیر مردم ایران شده است. بر اساس اطلاعاتی که از سایت‌های مخالف به دست می‌آیند، حقایق ادعاهای مربوط به اینکه آخوندها به طرز فاجعه‌باری با کووید برخورد کرده‌اند را اثبات می‌کند. پاندمی کرونا و بی‌کفایتی حاکمیت در تهیه وسایل و امکانات پزشکی و همچنین حفاظت از مردم و تهیه واکسن آنچنان مردم را متنفر کرده که می‌گویند خامنه‌ای از کرونا به عنوان سپر دفاعی برای بقای حکومت از ما استفاده کرد. کرونا و عملکرد دولت و خامنه ای بی‌اعتمادی غیرقابل تصوری را بین مردم و حاکمیت به وجود آورده. از آن سو سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراینی با 178 کشته با موشک‌های سپاه و پنهانکاری بعد از آن موجی از انزجار و خشم عمومی را در ایران
و در سرتاسر جهان به همراه داشت. سرکوب خونین اعتراضات در دیماه 96 و آبان 98 در 200 شهر که در آن 1500 نفر توسط نیروهای امنیتی سپاه رسیدند هم موجی از نفرت و انزجار بین المللی به وجود آورد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با وضعیتی فلاکتبار و غیر قابل مقایسه با تمامی ادوار حاکمیتش مواجه شده است. او از مدت‌ها پیش وعده روی کار آمدن دولت جوان حزب اللهی را برای حل تمامی معضلات نظامش داده بود و هرگاه که کار به جای باریک می‌کشید با این دل خوشکنک افسار متمردان را در جنگ قدرت می‌کشید و آنها را به این مدینه فاضله موهوم ارجاع میداد. اکنون هرچند به موعد نمایش نزدیک می شویم ولی نه خبری از بازارگرمی انتخاباتی است، نه اثری از مدعیان چشم پرکن و کاندیداهای جذاب و قابل ارائه که بتوانند با آنها به این نمایش کساد رونقی ببخشند و نه هیچ چیز دیگر. کل نظام با بحرانی دست به گریبان است که یکی از روزنامه‌های حکومتی آن را بحران اعتبار نامیده. دیدیست که بحران اعتبار دامن همه را گرفته است، هم نهادهای سیاسی و هم افراد سیاسی در نازل‌ترین سطح اعتماد عمومی قرار دارند. ملت دیگر سخت به ادعاها و شعارها دل می بندند. دیگر برای سخنان فانتزی هورا کشیده نمی شود. مقام عظمای ولایت هر برگی را رو می کند پیشا پیش سوخته و از دور خارج شده. مضحک آنکه برخی بازیگران شوی انتخابات برای مقبول جلوه دادن خود دست به اقدامات عجیب و غریبی زده اند. کسی مانند عزت الله زرقامی که سالیان رئیس صدا و سیمای منفور آخوندی بوده با شعار انتخاباتی نان مسکن آزادی وارد گود شده است. دیگری که وزیر دفاع بوده مدعی است که مستقل است و آمده است که خود را هزینه کند. آن یکی که ادعا می شد که کپی برابر اصل دولت جوان حزب اللهی است اختلاسگر از آب درآمد. شعبان بی مخ نظام و چوب زن کف خیابان جمع کن و ابراهیم رئیسی جلاد منفور کشتار تابستان 67 هم که جای خود را دارند. پاسدار سبزوار رضایی میرقائد هم بارها دورخیز کرده تا از دیوار پاستور خودش را بالا بکشد ولی با مخ به زمین خورده است. در این دور از نمایش اصلاح طلبان قلابی زیادی به بازی گرفته نمی شوند. این سوت دلان به نتیجه بازی گولیا پوش بین نظام و طرف حسابهای برجام چشم دوختن و با این امید آبکی که چند تحریم تا قبل از اجرای نمایش انتخابات لغو شود روزگار می گذرانند. جماعتی به انتظار نشستند تا با رفع تحریم ها ولو به شکل حد اقلی یا با اتفاقی چون آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در کشورهایی چون کره جنوبی زمینه حضور محمد جواد ظریف در انتخابات فراهم آید و او در قامت یک منجی برای رفع تحریم ها به مردم معرفی شود. از اینکه صبورانه تا انتهای ویدیو ما را دنبال کردید سپاسگزارم. تا خبرهای بعدی خدا نگهدار.